خب دوستان، یک بار دیگه نوبت رو میدیم به همکارم مسعود با گزیده‌ای از مطالب طنز در رسانه‌های حکومتی و در فضای مجازی. خواهش میکنم مسعود. طنز و مضحکه و هزل و هجو در نظام آخوندی با واقعیت آمیخته شده و به قول مردم همه کارهای این رژیم جوکه. یکی از این جوک‌ها داستان فیلترینگ تلگرام. به رغم اینکه رژیم در قیام دیما خوب دید که مردم پشت فیلترینگ رژیم نموندن و با فیلتر شکن به کارشون ادامه دادن، اما باز هم هوس یه زورآزمایی دیگه با مردم کرده و در حالی که بی‌اعتباری امنیتی اپلیکیشن دستساز حکومت آخوندی به نام سروش و ادعای حفظ اطلاعات مردم مضحکه خاص و عام شده، باز هم رژیم مدعی شد که این اپلیکیشن امن‌تر از تلگرامه و این موضوعی که در رسانه‌های حکومتی و همینطور شبکه‌های اجتماعی مورد تمسخر و موضوع طنز قرار گرفته. روزنامه حکومتی جهان صنعت در مطلب طنزی در این مورد از جمله نوشت: دوستان اعلام کردند که اپلیکیشن سروش 14 برابر از تلگرام امن‌تر است. ما ضمن تایید این مطلب و گفتن احسن و زهازه به گوینده این سخن اعلام می‌کنیم که یک، کامیون‌های تولید کشورمان از ماشین‌های اروپایی مقاوم‌ترند. دو، حسین رضازاده را قیاس بفرمایید با ترامپ. به نظر شما این دوتا با هم مسابقه بلند کردن وزنه بدهند، کدامشان برنده می شود؟ 3. الان شما نقی معمولی را با تام کروز بگذارید داخل مسابقه بازیگری، بعد بگو با لهجه مازندرانی حرف بزنند، کدامشان موفق می شود؟ 4. شما آجر وطنی را با شیشه خارجی قیاس بفرمایید. انصافاً آجر ما محکم تر است یا شیشه آنها؟ نتیجه می گیریم که ما می توانیم و هر کسی که میگوید تلگرام از سروش بهتر است، وظیفه دارد 102,000 بار از روی متن سخنرانی اخیر احمد خاتمی در مشهد رو نویسی کند تا دوزاریش بیفتد که تمام مشکلاتی که ما در این کشور داشته ایم مربوط به تلگرام است و آن را هم اگر ببندند ایران گلستان می شود. در شبکه‌های اجتماعی هم ادعاهای مقامات و رسانه‌های حکومتی که همه مشکلات موجود رو مربوط به آزادی دسترسی مردم به اینترنت توصیف کردن به تمسخر گرفته شده. توجهتون رو به قسمت‌هایی از یک نمونه جلب می‌کنم. فیلتر تلگرام چه تأثیر تو زندگی شما داشته؟ از وقتی که فیلتر شده روغن ماشینو دیگه عوض نمی‌کنم، ماشینم خود فیلتره. بی آر تی مترو هم دیگه تأخیر نداره الحمدلله. راستش بعد از فیلتر من دیگه قیلی نمی‌کشم. بعد فیلتر تلگرام تارمی هم سفر قطر کرد. بعد فیلتر مرغان بیشتر تخم میذارن، اونم دو زرده. با باجنام من بعد 10 سال دوست شدم، مادر زنم رو یه دوستم داره. بعد 20 سال مستجری بالاخره خونه دار شده. بعد فیلتر تلگرام همه چیزای با اون پاس شد. خب بله، خوب دیدیم که چطور در شبکه‌های اجتماعی این موضوع به تمسخر و طنز کشیده شده. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان گزارش خودمون از مطالب طنز در رسانه‌های حکومتی. امید با تشکر است. بله، یه بار دیگه تشکر می‌کنم از تو مسعود به خاطر گزارشت.